به نام خدا و به عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. وزیر داخلی کشور میگوید که قصد پاکستان از حفر خندق در امتداد خط دیورند رسمیت بخشیدن به این خط است. محمد عمر داودزی که در مجلس سنا حضور یافته بود به اعضای این مجلس گفت که در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو فیصله شده بود که در فاصله 4 کیلومتری دو طرف خط دیورند هیچ نوع تاسیسات ایجاد نشود. اما پاکستان با حفر خندق این فیصله را نادیده گرفته است. وزیر دفاع ملی هم که در نشست مجلس سنا حضور داشت از توافق اخیر نامزدان ریاست جمهوری استقبال کرد و خوان پایان دادن به بحران انتخاباتی شد. 41 موشک از سوی نظامیان پاکستانی شلیک شده بر ولایت کنر اصابت کرده است. این راکت که در جریان شب گذشته شلیک شده بر بخشی از ولسوالی های دانگام و مرور ولایت کنر برخورد کرده است. فرمانده پلیس کنر میگوید این موشک ها تلفات جانی در پی نداشته، اما از اثر آن 3 خانه تخریب شده است. حمله های موشکی نظامیان پاکستان بر ولایت کنر در حال ادامه دارد که وزارت داخلی کشور روز گذشته سازمان ملل متحد خان اقدام برای جلوگیری از این موشک پراگنی ها شد. یک سرباز نیروهای بین المللی در نتیجه حمله یک سرباز امنیتی افغانستان کشته شده است. نیروهای ایساف با نشر اعلامیه تایید کردند که یک سرباز این نیروها در نتیجه تیراندازی فردی که لباس نیروهای امنیتی افغان را بر تن داشت کشته شده است. ایساف در مورد هویت سرباز کشته شده و محل رویداد چیزی نگفته است. نیروهای امنیتی ولایت هلمند از یک حمله گروهی هراس افغانان جلوگیری کردند. مهاجمان مسلح قصد داشتند شب گذشته حمله تهاجمیشان را در مربوطات حوزه اول شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انجام دهند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. ویسالدین صمیمی آمر امنیت فرماندهی پلیس هلمند میگوید نیروهای امنیتی با هراس افغانان 1 ساعت درگیری داشتند که تلفات به هراس افغانان وارد شده، اما وی شمار تلفات را مشخص نکرد. 2 تن از افسران پلیس افغانستان که به خاطر آموزش به امریکا سفر کرده بودند ناپدید شدند. بر بنیاد گزارش تلویزیون ABC امریکا، 31 تن از افسران پلیس افغانستان که به خاطر آموزش به امریکا سفر کرده بودند پس از رسیدن به شهر جورج تاون امریکا 2 تن از آنها ناپدید شدند. اما تا اکنون روشن نیست که این افسران فرار کردند و یا ناپدید شدند. و امریکا برای نخستین بار اهداف جنگجویان داعش را در نزدیک شهر بغداد بمباران کرد. فرماندهی مرکز امریکا گفته است که نیروهای این کشور 2 حمله هوایی را انجام دادند. این اداره افزوده است که در جریان این حملات 6 موتر عامل گروه داعش و 1 مرکز جنگی این گروه از بین رفته است. این حمله ها در حمایت از نیروهای نظامی عراق در نزدیک جنوب غرب شهر بغداد انجام شدند. از امرویتان به خبرهای این ساعت سپاس. خدا نگهدار.